چند وقتی هست که میبینم خیلی ها با گوشیشون عکاسی میکنن و توی همون گوشیشون هم عکساشون رو ادیت میکنن و موبایل فوتوگرافی یه جورایی جان شده. به خاطر همین تصمیم گرفتم امروز سه تا از بهترین اپلیکیشن هایی که میتونین داخل گوشیتون بریزین و با اونا عکستون رو ادیت کنین و بهتون معرفی کنم. اگر دوربین گوشیتون کیفیت خوبی داره و شما ازش راضین، نمیخواد برین دوربینای گران قیمت بخرین، یا حتی اگه یه دوربین خوب دارین ولی بلد نیستین چجوری با فتوشاپ کار کنین، میتونم این نویدو بهتون بدم که اصلا لازم نیست سمت فتوشاپ برین و با گوشیتون هم میتونین عکساتون رو ادیت کنین. حالا چجوری؟ ادامه این برنامه رو ببینین تا تک تک این نرم‌افزارا رو بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه برنامه، اینو باید بگم که اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، این کارو هر چه سریعتر انجام بدین و با زدن زنگ بغلش از منتشر شدن جدیدترین برنامه‌های ما با خبر بشین. اگر حتی یک کوچولو با ژانر عکاسی با موبایل آشنایی داشته باشین، قطعاً اپلیکیشن وسکو رو می‌شناسین. این اپلیکیشن یه سری پریست‌ها داره یا همون یه سری لوک‌ها یا لات‌هایی داره که با زدن فقط یک کلیک روی عکس شما میشینه و شکل و قیافه عکستون یا همون رنگش رو عوض میکنه. به جز اینها وسکو یه دونه شبکه اجتماعی هم هست که عکاسای مختلف که مخصوصا اونایی که با گوشیشون عکس میگیرن میان عکساشون اونجا به اشتراک میذارن و میتونین عکسای خیلی زیادی رو ببینین و عکاسای خیلی زیادی رو تو اونجا بشناسین. به نظر من وسکو یکی از مهمترین اپلیکیشن‌هاییه که شما روی گوشیتون باید برای ادیت عکس داشته باشین. رنگی که فیلترهای وسکو به عکس شما میده واقعاً غیر قابل وصفن میشه گفت. واقعاً فیلترهای خیلی خوبی داره و البته نسخه پولیش، خب همه فیلترها رو شما در اختیار دارین ولی خب با ماهیانه یه مقدار پول بابت این اپلیکیشن بدین. ولی تو نسخه فریش هم باز یه سری فیلترهای فری داره که میتونین اونا استفاده کنین و من که خودم کارم با اون فیلترهای مجانیش راه میفته. البته از اونجایی که ما خب توی ایران زندگی میکنیم، واسه مخصوصا کار برای اندرویدی خیلی راه‌ها هست که از زیر اون پول دادن در برن. البته نمیشه گفتش خیلی این کار بده، چون خب خودتون قیمت دلار رو میدونین و نمیشه ماهیانه مثلا یه 100,000 تومان فقط پول یه اپلیکیشن رو داد. البته خب همین فیلترهای فریش هم کارتون رو راه میندازه. حالا از اینا بگذاریم، بریم ببینیم که فیلترهاش رو عکستون چجوری میشینه و حداقل یه دونه عکس با این برنامه ادیت کنیم. خب داخل اپلیکیشن وسکو میریم. دو تا عکس قبلا خودم اد کردم، این عکس خودم سلفیه، یه دونم گربه دوستم وانیله. میزنین داخلش و ادیتو میزنین. اینجا این پریست ها میاد، ولی اول از همه ما باید یکم عکس رو روشنش کنیم. میام تو اکسپوژر تا ته میاریم و خوبیش اینه که برعکس فوتوشاپ و اینا، شما هر چقدر اینا رو تا ته هم ببرین باز هم عکستون رو خراب نمیکنه، چون برای عکسای JPEG ساخته شده و اینا پولیاشه که نداریم. چون این اپلیکیشن رو برای عکس JPEG ساخته شده، هر چقدر هم روش فیلتر بندازین بازم عکستون رو خراب نمیکنه. من این ادیتش رو خیلی دوست دارم، بخاطرم نکست رو میزنم و اینجا دو تا حالت داره. یه دونه پست تو وسکوه که میره داخل اون شبکه اجتماعی که داخل وسکو داره و سیو تو کامرا رول که داخل گوشیتون سیو میشه. من جفتش رو میزنم پست هم بشه. نه مثلا این عکسایی که فیدش هم گفتم نشونتون بدم، عکسایی که داخل فیدشه و آدمای مختلف گرفتن و گذاشتن، بیشترشون هم با همین وسکو ادیت کردم. به نظر من خیلی میارزه اگر که نسخه پولیشو بگیریم و تمام اپلیکیشناش دسترسی داشته باشیم. من خودم چون بیشتر با فتوشاپ و کامپیوتر کار میکنم این کار نکردم، ولی پیشنهاد میکنم اگه با گوشیتون کار میکنین حتما این کار رو انجام بدین. خب عکسمون هم پست شد توی فید وسکو. حالا بزرگ این عکسام بهتون نشون میدم که خودتون ببینین چه شکلی شده. ممنونیم از کافه سیتنگو که این محیط رو در اختیار ما قرار داد که بتونیم براتون این برنامه رو ضبط کنیم. ما آدرس اینستاگرام و لینک گوگل مپشون رو براتون توی توضیحات میذاریم که اگر خواستین خیلی راحت بتونین پیداشون کنین. اپلیکیشن بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم اپلیکیشن پیکسارته. میشه گفت جز اپلیکیشن خیلی گرون حساب میشه ولی واقعا میصرفه. من که خودم بهش لقب فتوشاپ روی گوشی رو دادم، چون تقریبا همه کاری میتونین باهاش انجام بدین و هیچ محدودیتی ندارین. تقریبا تمام کارهایی که فتوشاپ براتون میکنه رو این اپلیکیشن هم انجام میده. مثلا میتونین یه دونه
فردی که توی عکس هست رو ببرین، جداش کنین از اون عکس، داخل یه عکس دیگه قرارش بدین، یا حتی کلن کارهای خفن‌تری مثلا عوض کردن بک‌گراندتون انجام بدین. و این کارا با گوشی یه مقدار عجیبه. بجز اینها پیکسارت یه دونه فید یا همون یه دونه صفحه داره. داخل این فید پیکسارت اومده خودش و حالا آدمای دیگه که میتونن پریست بسازن اومده سری پریست ها قرار دادن. با اینا میتونین شما مثلا آدم شخصیت توی عکستون رو بیرون بکشین، پشتش بال بذارین، بک‌گراندش رو عوض کنین، مثلا واسهش یه کلاه خیلی خفن بذارین و این کارا رو خیلی قشنگ براتون انجام میده و قدم به قدم میتونین باهاش پیش برین و دقیقاً عکس خودتون رو شبیه اون عکسی که اونجا قرار داده بکنین. به نظر من این قابلیتش یکی از پرکاربردترین قابلیتشه که میتونین خیلی روش حساب بکنین و عکستون رو خیلی قشنگ میکنه. حالا به جز اونم قابلیت‌های خیلی زیادی داره واسه ادیت کردن عکستون. برین یه دونه عکس هم با این برنامه ادیت کنین و بهتون نشون بدم که چه کارهای خفنی میتونین باشه انجام بدین. خب حالا داخل اپلیکیشن پیکسارت میریم. اول از همه میخوام اون فیدی که بهتون گفتم رو نشون بدم. اولا که تبلیغش میاد که حتما این اپلیکیشن رو بخرین، ما نمیخوایم. خب این اون فیدیه که بهتون گفتم که اون پریست هایی که خودشون میگن و داخلش گذاشتن. حالا بریم اول عکس علی رو این خوب. خب عکس علی رو انتخاب میکنیم، اول گفته کراپش کنیم، مثلا ما اینجوری کراپش میکنیم، نیکست رو میزنیم، میره قسمت بعدی. خودش یه دونه اضافه میکنه ولی شما میتونین حالا چیزای دیگه هم بهش اضافه کنین و خودتون انتخاب کنین چی میخواین. من اینو میخوام. نیکست رو میزنین، یه سری آبجکت های شم و گل و پروانه بهش اضافه شد. چقدر که به شخصیت علی میخوره. دور نیکست رو میزنین، اینجا یه دونه افکت میندازه روش. بذارین من یه ادیت دیگه هم بکنم، مثلا همین عکسی که از علی دیدین رو روی بک‌گراند دیگه بذارم. خب اول عکس بک‌گراندتون رو انتخاب میکنین. به طور مثال این عکسی که من چند روز پیش توی اتوبان گرفتم اینو. خب اینو اد میکنین اول، بعد میایین به این قسمت اد فوتو رو میزنین، عکس علی رو انتخاب میکنین، اد رو میزنین، یکم بزرگش میکنیم که سایز عکس بشه، بعد میایین روی کات اوت کلیک میکنین و پرسن رو میزنین. کاملا بدن علی تشخیص داد و قرمزش کرد. سیو رو که بزنین و این جدا میشه. مثلا زمش روی این ماشینه، مثلا به عنوان خورشید عکس انتخابش کردم. اپلای رو که بزنین علی اونجا ثبت شد. حالا میتونین روش یه سری افکت ها بندازین. حتی بزنین لینس فلیر اضافه کنیم. اینجا مثلا میندازیم این پایین که معلوم نشه پاهاشو نصفه بریدیم. خب بعد اینم اپلایو میزنیم. مثلا همون افکت هایی که گفتم باید بیاین داخل ماسک یه سری افکت اینطوری میندازه. مثلا این یه افکت قدیمی میده همینو مثلا که بعد واسه سیو کردنش هم این عکس رو میزنیم و توی گالریتون سیو میشه. این وسط باید یه پرانتز باز کنم و یه اپلیکیشن چهارم میخوام بهتون معرفی کنم. اپلیکیشنیه که به نظر من پرکاربردترین بین اپلیکیشن‌های عکاسیه. هم براتون اتفاق افتاده یا نه که مثلا دارین عکس میگیرین یه نفر یهو اون پشت ته توی عکستون افتاده و تقریبا عکستون رو خراب کرده، یا مثلا میخواین از آسمون عکس بگیرین، سیم برق یا حتی همون دکل برق یا وسط عکستون. نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه ولی برای من که خیلی پیش اومده، چون موقع که دارم عکس میگیرم خیلی به کادر بندیش دقت نمیکنم. ولی حالا به هر حال یه اپلیکیشن هست که میتونین همه اینا رو حذف کنین از داخل عکستون، اسمش ریتاچه. البته توی اندروید من توی گوگل پلی نگاه کردم تاچ ریتاچ بود اسمش. حالا اسمشو براتون مینویسیم داخل توضیحات که قشنگ بتونین پیداش کنین. این اپلیکیشن میاد عکس شما رو اسکن میکنه، بعد شما میتونین انتخاب کنین که چه آبجکتی میخواین از داخلش حذف بشه و براتون اون آبجکت رو میشه گفت به بهترین نحو حذفش میکنه.
البته یه جاهایی ممکنه سری باگا داشته باشه که به هر حال ممکنه هر اپلیکیشن تو این قضیه ضعیف باشه و نمیشه خیلی بهش ایراد گرفت. ولی من خودم از کار کردن با این اپلیکیشن خیلی راضیم و میخواستم به شما این پیشنهاد رو بدم که شما هم حتما نصبش کنین و توی گوشیتون داشته باشینش، چون بالاخره یه روزی به کار میاد. خب بریم سراغ اپلیکیشن سومی که میخوام بهتون معرفی کنم که اسمش اسنپسیده. اصلا نمیشه راجع به اپلیکیشن ایت اکس صحبت کنیم و این برنامه توشون نباشه. اسنپسید یه برنامه کاملا یوزر فرندلیه، یعنی اینکه شما اگر از ادیت عکس تقریبا چیزی هم ندونین باز هم با این اپلیکیشن میتونین عکساتون رو به بهترین نحو ممکن ادیت کنین. و یه مزیت خیلی خوبی که این اپلیکیشن داره اینه که فریه، توی تمام استورها به صورت فری این اپلیکیشن قرار داده شده و میتونین خیلی راحت اون رو تهیه کنین و بخرین. چند تا از قابلیتایی که توی این اپلیکیشن استفاده شده رو من خیلی دوست داشتم. اولیش این بود که اگه مثلا شما یه دونه سلفی گرفتین و زاویه صورتتون رو دوست ندارین تو اون سلفی، میتونین تا یه حد خیلی زیادی زاویه صورتتون رو تو اون عکس عوض کنین. تقریبا این همون لیکویفای توی فتوشاپه، ولی خب خیلی همونطوری که گفتم یوزر فرندلی تر، خیلی راحت تر میتونین کارو باش انجام بدین. یا حتی مثلا نور صورتتون کمه و میخواین صورتتون توی اون سلفی پاپ بشه، یعنی بولد بشه، خیلی واضح تر بشه، میتونین نور صورتتون رو بیشتر کنین یا حتی رنگ پوست صورتتون رو تغییر بدین. اینا یه سری قابلیتایی که توی هر اپی پیدا نمی‌کنین و به نظر من این اپلیکیشن هم جزء اون اپلیکیشنایی باید باشه که حتما توی گوشیتون داشته باشین. بریم با این اپلیکیشن هم من یکی از عکسایی که از علی گرفتم و براتون ادیت کنیم که بهتون نشون بدم چه کارهای خارق‌العاده‌ای میتونیم باشه انجام بدیم. خب حالا وارد اپلیکیشن اسنپسید میشیم. گفته هر جایی بزنی میتونین عکس رو وارد کنیم، به خاطر همین میگم این کاملا یوزر فرندلیه. رو صفحه میزنی، این دفعه عکس علی رو بذارین اد نکنی. خب من واسه اسنپسید عکس علیرضا رو میخوام ادیت کنم. اول وارد تول میشم، دوباره این عکس هم یه مقدار چیو بتونیم تاریکه. وارد تون ایمیج میشین، برایتنس این بالا زده، برایتنس رو تا ته من زیاد میکنم. خب البته بازم قسمت دیگه داشت که من ازش خارج شد. اینو که بزنین برایتنس رو میتونین زیاد کنی، کنتراست، سچوریشن، آمبیانت، هایلایت. من شادو هم یکم زیاد کنم که این درس اینجا برعکس کم کنم که بیاد. بعد حالا میام داخل لوک. اینجا همون فیلترهایی که بهتون گفتم، میتونین فیلترهای مختلفی واسه عکستون انتخاب کنین. مثلا یه سری فیلترهای باحال داره که میتونین بذارین. منظر من این به این عکس بیشتر از همه میاد. اوکی رو میزنین. خب حالا مثلا یه قسمتی میخوایم، نه هم دابل اکسپوژر اصطلاحش رو شنیدین یا نه، همون میشه عکس رو عکس انداختن. حالا میایم اینجا دابل اکسپوژر رو میزنیم و اینجا یه عکس دیگه اد میکنیم. یه عکس تونله که من چند وقت پیش گرفته بودم، اونو گفتم بذاریم رو عکس ایرزا ببینیم چه جوری میشه. اپاسیتیشو اینجا میتونین کم و زیاد کنین که چقدر باشه، فکر کنم اینجا کافیشه. اینجا هم میتونین انتخاب کنین که به صورت اوورلی باشه یا سابسترکت باشه یا هر چی که میخواین، که این یه مقدار حالا بحثه تخصصی تره که چی جوری باشه، که حالا اونو بعدا براتون توضیح میدیم. شما فعلا انتخاب کنین که کدومشون بیشتر بهش میاد و همونو انتخاب کنین. به نظر من اد بهتر از همشونه. اوکی رو میزنین و عکس سیو میشه. برای اکسپورت گرفتن یا همون سیو کردنش هم روی اکسپورت میزنین، سیو رو میزنین. سیو رو که بزنین مثل من این اشتباه الان کردین که روی همون عکس اصلیتون سیو شد این عکس. و البته اگر که آیفون داشته باشین ازتون میپرسه که اون عکس رو مودیفای کنم یا نه. البته من دونت الو میزنم. برای اینکه بخواین عکس یه کپی ازش سیو شه، سیو کپی رو بزنین. وقتی سیو کپی میزنین توی عکس جدید این عکس ذخیره میشه. خب همونطور که گفتم این برنامه یه تشخیص چهره هم داره که میتونه پوزیشن صورتتون رو تغییر بده. توی قسمت هد پوز میایین و اینجا صورتتون رو تشخیص میده و میتونین خیلی راحت میبینین یا نه، خیلی راحت تقریبا یه مقدار خیلی کم پوزیشن صورتتون رو تغییر بدین. ما اسم تمامی اپلیکیشن هایی که توی این برنامه بهتون معرفی کردیم هم توی توضیحات میذاریم و میتونین اونا رو اونجا پیدا کنین.
مرسی از اینکه این برنامه رو دیدین. شما از کدوم اپلیکیشن ادیت عکس استفاده میکنین؟ یا حتی اگه از اپلیکیشن های ما استفاده کردین و از یکیشون خوشتون اومد و از یکیشون بدتون اومده، حتما برای ما توی کامنت ها بنویسین. در آخر هم اینو باید بهتون بگم که لایک و سابسکرایب توی یوتیوب آپارات فراموشتون نشه و میتونین با @ میرشکست ما رو تو تمام شبکه‌های اجتماعی پیدا کنین.